سلام. همیشه بر من جالب بوده بدونم توریستایی که میان ایران با چه خاطری از اینجا میرن. چه ویدیوهایی از ایران توی فضای مجازی منتشر میشه. تو مجموعه واچ تاور قراره به ویدیوهای بلاگرای معروفی بپردازیم که اومدن ایران و توی یوتیوب از ایران فیلم منتشر کردن. اگه برای شما هم جالبه که ایران از زاویه دید اونا ببینید، واچ تاور رو دنبال کنید. قسمت اول رو میخوام با دروبینسکی شروع کنم. ششم جولای 2018 ویدیویو به اسم 7 Things I Love About Iran منتشر کرده که تا الان 142 هزار بار دیده شده. در توضیح ویدیوش خودش میگه که 100 چیز هستش که باعث عشقش به ایران شده، اما فقط توی ویدیو به 7ش اشاره کرده. قبل از اینکه ویدیو رو ببینید میتونید حدس بزنید 7 مورد چیا هستش؟ شاید باورتون نشه، ولی اولین موردش در مورد کشتی ایرانی یا همون ورزش زورخانه‌ایه که این جهانگرد توی ویلاگش بهش اشاره کرده. Watching this was one of the more interesting things I've witnessed and I'll never forget it. دومین مورد کاروانسراست که تعداد زیادی از اونها به هتل بومگردی تغییر کاربری دادن و توریست ها میتونن شب رو اونجا بمونن. 3. The people. I cannot mention the beauty of Iran without talking about its people. They are the kindest, most humble and hospitable humans that reside on our planet. It's one of the very few places I've been where they simply want to get to know you instead of getting inside your wallet. مردم ایران سومین عامل عشق درو به ایرانه. مهربانی، فروتنی و مهمون نوازی سه ویژگیه که در ویلاگ خودش در مورد ایرانی ها میگه. تاریخ کهن ایران زمین چهارمین موردی که بهش پرداخته. اینکه یکی از قدیمی ترین خاستگاه های تمدن بشریه و از مقبره کوروش کبیر تا آثار زرتشتیان همچنین آثار اسلامی رو میتونید ببینید. From the rise of the Persian Empire with Cyrus the Great to the unique Zoroastrian religion and Islamic influence from the 7th century, there is so much to discover in this vast land. 5. Persepolis. و اما تخت جمشید. درو در مورد تخت جمشید میگه نمیدونم چرا در لیست عجایب هفتگانه جهان قرار نداره. مورد بعدی کباب کوبیده است. این ویلاگر میگه خیلی تعریف غذای ایرانی رو شنیده بودم، اما بعد از تجربهش میخوام بگم که واقعا خوشمزه‌ن. بهترین غذایی که تو ایران بارها و بارها خورده چلو کباب کوبیده است. هفتمین و آخرین مورد این ویلاگ در مورد باغ ایرانیه. درو میگه برخلاف اینکه دو سوم ایران خشک و کویری هستش، صدها سال گذشته مردم به هر نحوی تونسته بودن باغهای شگفت‌انگیزی رو بسازن. As you can see, my love for Iran is getting stronger by the day. I cannot stress how happy I am in this country, and I will definitely be back here again soon. در قسمت بعدی بیشتر در مورد خود دروبینسکی و سفراش میگم. واچ تاور رو دنبال کنید.